خانم و آقایون، به شدت خوش اومدید به یک اپیزود دیگه از فصل ششم یک ساعت بازی زدن. من علیم و اینجا تهران. عرض کنم به خدمتتون که ما دیگه روزای آخر تصویر برداری فصل اول فصل ششم دیگه، همه اتفاقایی که باید میافتاده تا امروز افتاده. امروز هم که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم، این قسمت رو داریم ضبط میکنیم، اولین تیزر این فصل بالاخره اولین قسمتمون رو پخش کردیم که مهمونم دوچه. بعد عرض میکنم به خدمتتون که بعد از مدت ها بالاخره کل تیم انرژی گرفت، یه بچه پخشی انجام دادیم و یه انرژی به کل تیم دوباره برگشته. الان که باهاتون دارم صحبت میکنم، معراج رفتم اون سایده ها و عرض کنم به خدمتتون که فکر کنم تا یه 10 دقیقه یه رو دیگه بچه‌ها تا 10 دقیقه یه رو دیگه میرسن اینجا و میریم برای شروع یه اپیزود دیگه. از همه جور سوالای امروز داریم، همه مدل سوالی امروز داریم و یه ذره قراره اپیزود سختی کنیم واسه بشه. بریم ببینیم چی میشه. اوکی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوباره ما اینجاییم با یک ساعت با زیر زمین برداشت اینه به علاوه یکم. امیدوارم حالتون خوب باشه. فکر کنم این روزا که داریم برنامه یک ساعت با زیر زمین رو میبینید، تا الان دیگه باید دستتون اومده باشه که چه اتفاقات عجیب غریبی داره تو این برنامه میفته. عرض کنم خدمتتون که یادتونه اپیزود دورچیو که پخش کردیم، توی همون برنامه ما سعید دهقان رو دعوت کردیم، سعید دعوتمون رو اکسپت کرد، یه روندی طول کشید با هم هماهنگی رو داشته باشیم و الان حدوداً میتونم بگم بعد از 2-3 ماه سعید دهقان مهمون ماست و قرار بریم یه اپیزود خیلی خفن و سم داشته باشیم. من خیلی خوشبینم که اپیزود قراره بهتره، که سعید خیلی آدم خوشوایبیه، خیلی آدم خفنیه و قراره یه عالم خوش بگذره. صدام خیلی گرفته. کل این یه هفته‌ای که گذشت خودم رو بسته بودم به دوا درمون که تو برنامه سرحال باشم. خیلی بدتر از این حرفا بودم، الان بهترم. عکس داریم برنامه رو ضبط میکنیم 11 مهر، هوا هنوز هم گرمه. کلن گرما چیز بدیه آجی، و سرما رو ترجیح میدم تحت هر شرایطی. بریم سعید رو پیدا کنیم، با هم تو کوچه قرار گذاشتیم، سوارش کنیم و بریم به سمت لوکیشن برای اشغال. یادم مادر بزرگم میگفت بهترین کود برای یک مزرعه جای پای دهقانه. دینگ 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 دینگ. این هم از گرما گفتم، کولر رو روشن نکرده بودم. باید همون موقع که من از گرما میگفتم، شما که داشتی برنامه رو میدیدی میفهمیدی که این پسره اسکول هنوز کولر رو روشن نکرده. و میدونیم ما یه درد سری هم داریم از داستانه پشت صحنه. بهراد بنده خدا مهندس صدامون همیشه تاکید میکنه که آقا کولر رو زیاد نکن، کولر زیاد نگیر، صدای کولر میفته تو داستان و مشکلا 2-3 برابر. سری آقا سری، سلام، چه شامی، ردیف مدیفی، ماشاءالله بچه ها اومدن زودتر استقباله، چه خبر اینجا؟ شاید خوش آمدی، قربونت، شای کریم، مجهزم آمدی ماشاءالله. چه جوری؟ چی اسمه؟ اوپی هستن ایشون. چی اوپی؟ معنی های بدی میده، ترجیح میدم بهش نپردازم. به ورزشکارا میگم اوورپاوره. اوورپاور تو حال ورزشکاری یا چیز دیگه ای؟ من که قطعا ورزشکار نیستم، تو هم که فکر نکنم. یه رژیم بگیر دیگه بابا، زشت مجری. من دیدی مگه نگفتی رژیم گرفتی فیلم؟ یک نقطه لاغرتر شدی دیگه نسبت به 17 سال پیش. 17 سال پیش نه دیگه، آخرین بار اپیزود چیز هم دیگر دیدیم دیگه، دورچی هم دیگه. آره، 3 ماه پیش. اون موقع معلوم نبودی، اون موقع حاجی تازه اومده بودی، ساعت هنوز یه خطاب نشد. آره دیگه، باید یکم از قبل منو می آوردید که الان یخت آبه از صبح اومدی. نه هنوز و یکم دوربین واسم طبیعی شه. خب ما مشکل اونه که دوربینامون هم زیاده، طبیعی میشه. و تو اصلا دوربین برای طبیعی نمیشه، داشت یه آیتم میخواستی برای ما بفرستی، هر اپیزود داستان داشت. خب آخه خیلی ضعیف بودش بچه ها. سعید دهقان همه ی آیتم ها از نگاه دیگران کاندید آیتم فرستادم بود، همیشم تو خیلی لحظه میخواست بفرستی ولی هیچ وقت نمیشه. نه اصلا خودم تو گوشیه و میبینم میگم این کیه بابا. خب چیز کن الان برنامه رو یو کنسل نکنی.
حالا بذار بعدش فایلش رو ببینم. آقا برام از تهران بگو، حست به تهران چیه؟ تو تهران بهترین پایتخت جهانه به نظرم، ولی مردمش کل پایتخت های جهان رو کرد میدی؟ نه تو عکس ها میبینم دیگه. چرا بهترینه به نظره؟ با حال دیگه هستم فازشو، فقط کاش یکم آسون تر بود. چی مثلا؟ زندگی اینجاره. تهران جای قشنگیه ولی مردمش. خب من و تو هم یزی جزو این مردمی دیگه. دیگه من حالا در حد خودم. رفتار و نمیدونم رانندگی و فیلان منظورته؟ نه بابا خیلی کلی تر، ولی با حاله دیگه، با همین چیزاش با حاله. من دوست دارم تهران. تو از اونایی که همیشه موندنی یعنی؟ نه هیچ عرقی به جایی که هستم ندارم. آه یعنی اگه موقعیت مهاجرت بیاد میری؟ قطعا. تا الان که موندی موقعیتش نبود؟ سربازی نرفتم. سربازی خیلی ستمه بابا، فکر کن 5 صبح و یه چک تو خواب میخوره تو گوشه میگه باشو بابا چرا چک؟ حالا من سربازی معاف شدم. ولی چرا؟ من موارد خاص باید بگی. باید بگم حتما. بگو دیگه. حالا من بابام 25% جانبازی داشت، 1% بوده که 1% بوده خودش، یه عراقی گوزیده 1% بوده کردینش 25% و مافی. ویدیو رو می‌بینی ولی بنده خدا 25% جواب بوزیدش. ما همون رو زدیم تو گوشش. بعد این سه جالب بهت بگم، مادر من مخالف اصلی این بود که من دنبال این کار بودم. گفت باید داری سربازی مرد چی؟ طبیعیشه چیزه. بابای منم حالا شانس ما رو ببین، سرباز بوده، میفرستنشون جبهه. خب بعد میگفت آقا تو راه کلی صلوات و اینا که نشه اونجا. میگم این که رسیدم اتوبوس رسید گفت پیاده شید، رادیو گفتش که خرمشهر رو زاشد، همونو دور برگردون، دور برگردون و دور زدیم برگشتیم. دست یه با منحرف شد، جنگ خیلی بد بود. آره من اصلا فکر این که اگه تو اون دوران بودم باید چه غلطی میکردم. میرفتیم شمال دیگه، شمال سیف بوده. داداش زوری میومدن ملت رو میبردن. نه بابا میرفتیم میموندیم اونجا. 3 سال آخر کسی نبوده دیگه، میرفتن همه رو داشتن میبردن. من که نمیرفتم باجی، من واقعا آدم جنگیدن نیستم. هر جو فکر واقعا بودن. کار سختیه، ولی میدونی چی تو آدم رو یعنی نه بایستا چی آدم رو چی میگن راغب میکرد که بره جنگ؟ این که اصلا فضا اون موقع یه جوری بود که میطلبیده، میدونی؟ روحیه ی آدم ها یه جور دیگه بوده دیگه. خودت پیش میاد. خودت بچه کجایی؟ من بچه چیزم دیگه، لندن به دنیا اومد. من سمت هشگرد بودم دیگه از بچگی. بعد اونجا یه جاییه که خیلی خاکش حاصل خیزه، برای هم گیاه و بوته و اینا، همین که برای رشد آدم ها. چه نوع گیاهی منظورت بود؟ کلن برای باغبونی و اینا خوبه. بعد این که چون روزا گرم شب و سرد خیلی خوبه. بعد این که آدم هایی هم که اونجا هستن خیلی توی استایل های مختلف، ژانر های مختلف خیلی ستاره داره، ولی اونجا چون یکم بسته است محیطش شکوفا نشدن آدم ها. فیمی هستش که تو هشگرد باشه؟ حالا فیمی که نه، ولی کلن نه با من که کسی، ولی کلن مثلا میدید توی لباس مثلا یه سری آدم هست که از قدیم الایام مثلا خیلی خفن بودن و اینا، یا مثلا توی چه میدونم آهنگسازی، توی مثلا خواننده ها فلان، بازیگر فلان، توی همه ژانر یه سری آدم تو ذهنمه که خیلی به نظرم ستاره میمونه. الان هنوز مثلا گذرت به هشگردینا میخوره یا نه؟ آره میرم سالیه بار شاید برم. خانواده هست کسی؟ آره مامان بابام اونجا. بعد تهران خودت کدوم محلشو بیشتر هستی؟ تهران حدس میزنم که شهرک باشی تو. من آره شهرکم، ولی خودم با فاز شمال تهران بیشتر حال میکنم. میدونی به دیگه آره یه جوریه فضا. میدونی بیشتر با چی حال میکنم؟ شاید هم لشه با سالی فکر میکنم آدم ها زیاد با هم کاری ندارن. آره یعنی میدونی آدم ها با هم غریبه ترن، بس هم حال میکنم. واسه همینم حتی دوست دارم که شاید از ایران برم، چون هیچکی برای هیچکی انگار مهم نیست. چیزه حاجی فرهنگ ایرانی کلا فضولی داره.
تو از حال آره همسایت آمار بگیری، از نمیدونم فلانی آمار بگیری، ولی شمال تهران یکم آره فرق داره، قبول دارم. فکر میکنم اینش فعالتره شمال. پس تو یه کامیکس ولی کلا تو ایران شمال ایران رو بیشتر دوست دارم. یعنی احتمال داره که به زودی مثلا جمع کنی بری شمال. آره دیگه. میری تو کامیونیتی نورس دیگه اونور دست. آره دیگه. سایت داره مثلا میگه بابل سر. آره خوب میشه. چیز دارم بگو چی شد اصلا با جریان آشنا شدی؟ یادته کدوم جریان؟ نه فارسی دیگه، کدوم جریان داشت مصابه تئاتر نه ببین این ماجرا بیشتر برام حالت گیم داره، یعنی گیم داشت، حالا جدی تر که شد قطعا. ولی ببین کلن مثلا فازم کامپیوتر بوده از بچگی، یعنی مثلا با این موجود خیلی حال میکنم همیشه. یا پی سی؟ آره با لپتاپم نه از لپتاپ بدم میاد. با پی سی اسکولی، پی سی اول اسکولیش نه، پی سی با حاله چون سوار ماجرایی توش. ولی لپتاپ چیه؟ یعنی تو اونجا وقت نخواستی مثلا پروژه تو چه می‌دونم ببری توی کافه بشینی بزنی تو مسافرت؟ نه بابا اینا ادا ادفاره. آقا تو می‌خوای بری شمال اشغال تو ویلای لپتاپو در بیاری بزنی؟ یه دیوایسی دارم میبرم، ولی شمال هر موقع ور وسیله میبری که یه کاری کنی هیچ موقع روشن نمیشه. انقدر کارهای مهمتری هست. شما کارهای مهمتری. ببین آره واسم جذاب کلن رابطه داشتن با کامپیوتر. سعی مثلا دیدم که این کارم چیزیه که توی اون اتفاق میافته. بعد قدیما یه افلی روی یه سیستم دست دو این هست بود که اولین سیستمی بود که خریدم. سال چند بوده اینو که نمیدونم، 80 و اولاش دیگه. 80 و اولاش؟ آره. 84 5 داری میگی؟ شاید زودتر. یه افل خیلی قدیمی روش نصب بودش. 12 سال. بعد توش اصلا سوراخ موراخ بود، میزدی صدا میداد. اینم گیمه ولی دم ما بابا اینو همی میسازم. بعد دیگه خیلی مشتاق شدم. بعد کلا حال میکردم دیگه با آهنگ، خیلی حال میکنم. این که یه صدایی داره در میاد. رفتی که من برم پرودوسرشم آهای بسازم. ببین مثلا این سری سی دی ها میفروختم، ویرچوال دی جی و هیپ هاپ دی جی و اینا بود یادم اسمش. بعد اینا رو خریده بودم و اینا باحال بود دیگه. یه سری لوپ توش بود میچیدی رو هم مثلا تبدیل به آهنگ شد. اوکی وصلش کردی به رپ؟ مثلا تو می‌خواستی موزیک بسازی میگفتی خب میرم پاپ می‌سازم. رپ خوشبختانه یکم زود به دستم رسید. یه سی دی هایی بود که قدیما دست به دست میشد و یه آرشیو مشخصی بودش توش. اما دوران چیزه من از دوره قبل هیچ کس نبودم، یعنی یه سری چیزایی باز خیلی مختصری قبل هیچ کس بوده. واشخانی ها و یادم نیست، ولی کلا تو اون سی دی اونا هم بودن. ولی مثلا زمانی بود که هیچ کس مثلا انگلیسی میخوند و اینا، یعنی تو اون سی دی آلایزا مینا رو خونده بود. آره حتی یکم قدیمی تر هم بود، انگار مثلا با کاست ضبط شده بود و اینا. یه سی دی بود اونجوری به دستم رسید. آخه سی دی خیلی به دستم میرسید، یعنی زد و بندمون سی دی بودش. بعد مثلا سی دی رایت میکردم و فیلان و اینا حال میده. خب چون پی سی هم داری میگی زود بهش رسیده بودی با تکنولوژی، خیلی هم زود نبود ولی آره دیگه به دستم رسید. و با این سی دیه توش هم کلی رپ و اینا هست، خیلی برام جذاب بود. ببین یه سری آرتیست بودن که هیچ وقت پیداشون نکردم و از هر آدمی که حالا از قدیم ها هست میپرسم هم نمیشناسم، ولی آهنگای خیلی با کیفیتی اون موقع داشتن، هم خیلی کانسپتی بود و اینا. اسمشون رو بدید؟ چرا، ولی مثلا اسمشون آراد و ابولی بود، اسم فولری که بعد یه آلبوم بود مثلا کانسپتای خفن توش بود. میدونی مثلا خونه سالمندان بود یه ترکشون، یه ترکشون مثلا HIV بود، یه ترکشون فل. آره آقا دیدید یه دایرکت من بهت آهنگا رو میخوام، حتی اون آهنگا رو هم پیدا نمیکنم دیگه. آراد و ابولی حقتون الان باشید، خیلی سنشون زیاده چون اون موقع خیلی پخته بود آهنگاشون. پس قطعا الان داش من اصلا طالب نیدم کسی اسم این دو نفر رو بیاره. من توییت هم حتی چند بار زدم که آقا اینا رو میشه پیدا. احتمالا مهاجرت کرد. خلاصه اونا بود دیگه، سری آهنگ قدیمی بودش شوش. با حال هم بود فاز آهنگ. شد که تو رفتی برای آرتیست جذاب بود برام. نه من برای چیزی نرفتم، فقط این کار جذاب بود و امتحانش کردم. خب
خب من شنیدم که تو اون دوران اولت که شروع کردی پوریا کابوس خیلی نقش داشته توش. آره با پوریا زود یه کانکشنی زدی و... آره دیگه من آخه این ماجرایی که خوردم به بچه ها دیگه خیلی جلوتر از تایمی بود که شروع کردم. یعنی من فکر میکنم از مثلا شاید 89-90 اینا اولین ترک ها رو دادیم که دیگه بعد اون مثلا به بچه ها وصل شدم. ولی آره پوریا اولین کسایی بود که باش کار دادم. یعنی یه آلبومی بود فکر میکنم. آره از این پخش نشده نه که... آلبوم پوریا بودش که چند تا کار اونجا زدم. اولین کار رو مثلا نمیدونم کدوم ها بوده، ولی یه دونه سجاد بود یادم از چیریکا آهنگشو دادیم. سجاد رجبی. آره آهنگ با حالی هم رسا. آره فکر میکنم آره کار نکرد دیگه. رفت تو چیز دیگه، رفت تو داستان بادی بیلدینگ دیگه. پوریا کابوس یه بار به من میگفتش که من آلبومی که سجاد رجبی با دهخان زده رو دارم که پخش نشده. من گفت انقدر شعراش خوبه که من همیشه وسوسم یه روز این شعرها رو بخونم. اجرایی بیشتر خفن بود اون یادم، مثلا خیلی خوشفلو اجرایی خوب. ولی بنده خدا الان وضعش خیلی خوبه، مالش خوبه. بنده خدا نداره دیگه. آره عالیه داشت به نظر من. آره انتخاب خوبی بود. منم بعد از کیا احساس میکنی تاثیر گرفتی؟ کسی از تو ذهنت مثلا بگه من کار فلانی و فلانی رو شنیدم گفتم اوه اینه؟ قطعا خب کسایی که اول بودن دیگه میتونستن تاثیرگذار باشن. برام چند تا پرودوسر بگو که برام مؤلف بوده. آخه پرودوسر کلا ایران 3 تا 4 تا بوده. اون موقع همه داشتن امینمو کاور میکردن دیگه. مثلا زد بازی تش بود که جی جی داشت 2 3 تا میزد مثلا. باز حتی فکر میکنم بیت دانلودی بود بیشتر دیگه. اه. که دیگه مثلا میخوره به زمان فکر کنم اولین پروژه ها مثلا آلبومای فکر کنم. آره فکر کنم جنگل آسفالت بودش اولین پروژه که مثلا پرودوسر نقش داشته. قبل جنگل آسفالت بهرام هم آلبوماش باز توش پرودوسر نقش داشت. من چیزم یادم مهدیار زده بود. تومستی نمیدونم گلزار. بابا تو بک استیجش یه ویدیو هستش مستند دارن ضبط میکنن. مهدیار هم هست با سیستم نشسته. دقیقاً آهنگ تو ذهنم پلی نمیشه. ولی بابا آهنگ هیچ کس اوسه نکنه میدونم، ولی بیتش تو ذهنم پلی نمیشه. میدونم فوکال چی من میرفتم فکر نمی کنم. آها اون یه آهنگ دیگه بود. آه. یا بچر خونش تو اون بدن و اون یا بازم کلان هم برای قبل جنگل آسفالته. اون کسان تهش میگه آره آیزاز کیه مهدیار بزن. آره بعد جی جی هم مگه دمه بریم فضا رو زده بود. بریم فضا میگن آقا جی جی فلان حل چون میخواد جی جی با حال حل دیگه آخه کامنتی ندارم برای جی جی. کامنتی نداری؟ نه اینو همیشه چرا از من میپرسیدم آخه اصلا به من چه ربطی داره؟ اوبر هکت دادیه و یه لبخند زدی. آخه الان دیگه آدم پیرمرد تریم ریاکشنی نسبت به این نرم که مثلا حاشیه ای درست کنم. پرودوسر خارجی چی؟ کی رو تاثیر گذاشت؟ ببین کلن وقتی که به من بچه ها میگن مثلا یک نفر رو نام ببر که پشمات میریزه ازش، کس خاصی تو ذهنم نمیاد. یه دایره ای از آدمان که مثلا باز تو طول تاریخ میدونی مثلا یکی یه پروژه داده پشمای آدم ریخته، یکی مثلا تو یه سال دیگه یه چیزی ازش اومده که پشمای آدم ریخته. به نظرم میدونی یه نفر رو فالو کردن کار جالبی نیست. میشه یه لحظه یه آن هست یه کامیونیتی اینجا بود من دیگه اینو گوش دادم گفتم اوه. اینا رو هیچ وقت تو ذهنم سیو نکردم. مثلا من بگن آقا تو جرقه اولی که گفتی خب میخوام برنامه بسازم چی بود؟ مثلا من بگم رادیو دیوار بود استاناتور بود. آه چه برنامه باحالی بود. آره. میدونی اسما خیلی خوب یادم نمیمونه ولی میگیه و پشما میریزه. رادیو دیوار چه بامزه بود. من داداش دنبال موزیک بودم اینترنت دایلا یهو خوردم بابا من بازم کلان و اینو بهت بگم ناموسن یه ماه طول کشید کاملشو بشنوم. یه دونه دانلودر داشتم مثلا روزی 1% دانلود میکرد. بعد میتونستی بری پسوند فایل رو عوض کنی اون یه ثانیه رو بتونی گوش بدی. آقا من یه ماه طول کشید ببینم تهش چی میشه آهن. روزی مثلا 5 ثانیه دانلود میکرد. آره آقا من خیلی منتظر دارم چی شد آخرش چی میشه. آره بازم کردنم خیلی چیز. بعد حاجی من بعضی وقتا با بچه هایی که حالا قدیمی ترم از این بحثا میکنیم
بچه های جوانتر و دهه 80 و اینا اصلا دایلاپ اینا نمیدونن چیه. درد سر مهم هم نیست بدونن، این امتیاز نیست. نه وقتی امتیاز من مثلا نیست. با دایلاپ جر خوردم من فقط تنها کامنتی که مثلا به بچه هایی که تازه کار میکنن اینه که حاجی نتت که خوبه، میتونی بری استفاده کن، میتونی بری همه چیزای جهان رو پیدا کنی. مثلا این یوتیوب مثلا با این حجم از اطلاعات نبوده واقعا. حالا نمیدونم یوتیوب باز نمیشده دقیقا، مثال اصلا خوبی یا چی بوده. مثلا نمیدونستم که یوتیوب چه بوده. الان مثلا من هر مشکلی برام پیش میاد مثلا یه سرچ میزنم حل میشه، ولی مثلا اون موقع توی یه اپلیکیشنی که کار میکردم خواستم ببینم آقا این اتوماسیونه، این خطی که میذاریم آیا میشه منحنی بشه اوپی بشه. مثلا تو خودت مثلا باید میرفتم یه شهر دیگه یکی رو پیدا میکردم که این کارو میکردم، گفتم آقا این خط رو من هر کاری میکنم منحنی نمیشه. تو گفت مثلا آلت رو بگیر بعد یه منحنی شه. برمیگشتم مثلا منحنی مثلا پرودوسر تجربی بودی و سورس نداشتی، تئوری هم نمیخوندی، باید میرفتی که پیدا میکردی. آره میدونی انقدر خودم اینو یاد گرفته بودم که انقدر ور میری تا در میاد. میدونی آدمی که سیری شکارو در میاد. ولی یه موقعی بود مثلا هر دکمه ای رو میزدی اون اتفاقی نمیافت، مثلا این باید یکی رو پیدا میکردی. یه لقب دیگه هم داشتی اولش میکردی، اینو بهتره بهش نپردازی. آره اصلا اون آدم نیست. بچه ها رفتن چرخیدن با بدبختی تیم رسانه ما، رفته دیتا در آورده. نیستمش اینو دیگه. خب اسم لقبه رو نمیگیم، کاری هم باش نداری، فقط بهم بگو که چی شد که سویت شدی. ببین داشتم امتحان میکردم دیگه، مثلا اولا که یه چیز یه فایلایی میساختم خودم هم مثلا با این میکروفونای یاهو مسنجر وایسا میخوندم روشون، همون مثلا ترکای همون مثلا رپا رو روش تست میکردم. رپت هم شنیدم خوب بود، دیدم آورده نمیدونم پوریا کابوس میگم به جایی تا بودم میخوندم ولی نمیدونم چقدر اشتباه میگم. ولی کلن تایم کوتاهی اینو امتحان کردم چون کسی توی محل ما، یعنی بودن رپرهایی با حالا ولی مثلا اعتماد نداشتن به آدم چون سنمون کم بود و این خودم همین رپا رو روش مثلا امتحان میکردم توی ببینم چه جوریه و اینا. ولی کلا تایم کمی طول کشید فهمیدم که مثلا اصلا باید نخوند، یعنی واسه خودم خیلی مهمه حاجی. آخه تو اون دوران چون همه میخوندن، اینکه تو انتخاب کنی که خب اوکی من نمیخوام بخونم، میخوام یه کار دیگه بکنم، خیلی عجیبه. آخه میدونی حس میکنم همه آدم ها یه کارو تو زندگیشون خوب انجام میدن و من فکر کردم که شاید این کارو بتونم خوب انجام بدم و اینکه تعداد آدما کم بود توی این کار. باز مثلا رپ خونا خیلی بیشتر بودن دیگه، همین تصمیم گرفتم که این کارو شاید انجام بدم مفیدتر بشم. یه کم سلام گرفته، ان شاء الله که امروز به سرما خوردگی ندم. اوه جرت میدم. میترسم طرفه کنم. جرت میدم که تو جرت میدم چند روز دیگه دیگه. وایسا حالا بچه‌ها لوله واس کن می چیزا بهم بگو. خودت چه خلوت خودت چی گوش میدی؟ خلوت خودت فکر کنم همه میگن هایده و ابی و امیرا و اینا. آرتیست هم داشتیم مثلا برای من پلیلیست داده از مثلا من تو خلوت خودم. ببین الان بیشتر ترجیح هم به موزیکاییه که هم چرا وکال نداره، نمیدونم این از کجا میاد که اینجوری میشه آدم، ولی بیشتر مثلا موزیکای نرمتر گوش میدم و مثلا الکتروتر، یعنی مثلا خشم کمتری تو موزیک هست. مثلا موزیکای لایت مثلا نه اونقدر کافه یه لوس نه سافت تراک گوش بدی. نه باز کلا آکوستیکی هم زیاد گوش نمیدم مثلا ولی مثلا الکترونیکای سوسکی تر گوش میدم. داری چند تا گزینه به بچه ها بگی دارم ببینم برام مثلا همین الان مثلا این IDM مثلا سبکایی مثلا IDM الکترونیکا و اینا مثلا گوش میدم. آرتیستی خیلی حال نمی کنم شخص خاصی، ولی مثلا فاز الان کیو مثلا شاید تلفظی ها نمیم درست بیم فلوتینگ پوینتس مثلا حال میکنم. بعد مثلا اگه وکال دار مثلا کارهای جیمز بلیک و مثلا حال میده جدیدن، مثلا انقدر
اون وکالای اونجوری خیلی دوست دارم. حال میکنی یا نه ذهنت داره ساختاری میچینه که بیشتر آره اونجوریه، خیلی اذیت. آره اینو به نظرم یکی از آپشنهاییه که برای آهنگساز شدن خیلی خوبه آدم انجام بده. آره اینکه مپ رو تو ذهنت میچینی. از دست میدی. آره دیگه. نه واقعا اونقدر که مثل قدیم و یه آهنگ تاثیرگذار بود برام نیستم دیگه. آره. یعنی مثلا یه آهنگی حالا تو رپ فارسی بیشتر اینجوری هم که یه آهنگی که مثلا شاید یکم مثلا مردم کامنتش رو اینه که این آهنگ باحالیه رو گوش میدم، اینم واقعا مثلا باحال درست ساخته شده. و معمولا هم اون چقدر باگ داره بقیه دارن تو موزیک میدونن. قدیم اون حسه رو داشتم و یعنی یه چیزی برام لذت بخش بود یه آهنگ. این دسته اینجوری میشه خیلی یوبس میشه آدم. ولی این چون تو بغلمه مهمون ویژه هستی اوپی، به بچه ها میگفتم که به اوپی نمیخورید باش توی باکس وایسید. رفیقاش رفیقاش همه خوبای رپ فارسی هم گفتی. البته یکم برخورد بد داره با کسی که بیاد خونه. آره یکم پرخاشگره ولی خوبه، مهمونا رو بیرون میکنه، خرجم میاد پایین، خوبه دیگه. آره آهنگ اونقدر دیگه حسه مثلا موسیخ کن یادته آهنگ یه سری آهنگ موهاتو سیخ میکرد اصلا غیر ممکنه نسبت به آهنگ اینجوری. کمتر هم هست مدت هاست اینجوریه دیگه. ببین کلن یکم شولکس شده به نظرم فضای رپه. شاید هم خایپ قدیم رو نداره نمیدونم. به من خودم از سال 95-6 دیگه موزیکی نبوده که تکونم بده که من فهم اینجوری باشم وای این چی بود دیگه. شاید هم چند سالی هست منم این حس رو دارم و از بچه های دیگه هم میپرسم میگم آخو مثلا تو یه آهنگی میشنسی و هم بگی پشمات ریخته ازش؟ نه چیز خاصی رو نمیتونن اسم ببرن. من احساس میکنم به نوستالژی ربط داره. نوستالژی که یزید منظوره چی؟ یعنی الان آهنگ سال 80 رو گوش بدی پشمات بریزه؟ یعنی ما قدیما اینجوری بودیم که پشمامون میریخت. یه باری ازش گذشته. یعنی مثلا های موزیک الان فقط میگه اوکی خوبه، شاید 10 سال دیگه گوش بدی بگه یادش بخیر این چی بود. نه دیگه باید در لحظه پشمات بریزه. ولی سن چی؟ سنم ربط داره. شاید سایده آن 20 ساله شاید بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره. شاید اینا هم یکی از دلایلیه که فکر میکنم شاید همینطوره. ولی نه واقعا مثلا چه میدونم یه سری آهنگ تو رپ فارسی هست که واقعا خفنه هنوزم. دوش آلبومای قدیم بهرام و نمیدونم ترک های قدیمی هیچ کس و ببین مثلا آهنگ یه روز خوب میاد مگه از اون مثلا آهنگ مهمتری میتونی نام ببری؟ مثلا یه روز خوب شروع میشه مو به تن آدم سیخ. آره هنوزم احساس و میدونی که کامیونیتی خیلی بزرگی رو درگیر میکنه. این مثلا شاید باباها هم باهاش حال کنن و پشماشون بریزه همونطور که تینیجر ها هم پشماشون بریزه. یه روز خوب میاد و اینجا تهرانه رو همه شنیدن و یه مش سرباز. ببین آهنگی رو من از بعضی از بچه ها میپرسم که آهنگی رو در این حد ترند تو تاریخ سراغ دارید می گزینه خاصی نیست دیگه. فقط هیچ کس داره اینجوری. آره بعد مثلا اینجا تهرانه رسید چه میدونم به کف خیابون، یعنی به قول تو بابا مامانا اصلا خیلی. یاس هم اینجوری بود یه مختری ها، یعنی یاس... آهنگی داشت که همه شنیده باشن. آره از نظر اینکه به گوش همه رسیده. آره مثلا اون آهنگی که آره مدرسه خونده بودن هم یادم. آره. از چی بگم خدا از این نه تو باز مثلا فکر میکنم که توی لول دیگه ای اون یکی آهنگا ترند بود که نام بردیم. چیزا بهم بگو کوتاه چون دیگه داریم میرسیم سمت لوکیشن. این که شاخه دیگه ای از هنر هستش توش فعال باشی؟ نه سینما هیچی؟ نه کلن دور همه چیو کشیدی؟ خط کشیدم دورم ولی بیت باکس میزنی؟ بچه بودم آره ولی سالهاست که حتی یه دوب نزدم که ببینم اصلا میشه یا نه. بعد وقتی سالها نزدنی دیگه یادت میره. دارم اتراتومی میپرسم. نه دیگه هر چیزی با دو روز تمرین در میاد. یعنی تو الان مثلا پاش بیفته میتونی بزنی بیت باکس یا نه دیگه؟ حال نمی با روخ کار حال نمی کنم. شعر و روخ کار تازه حاجی الان بیت باکس ببین الان خیلی چیزم. الان میریزی اینستاگرام یوتیوب فیم میشی دیگه. نه دیگه حال الان خیلی فازم پیره مردیه حاجی. یعنی اصلا کلن هیچی و نیستم و کلن تو قارم دیگه. یه پارک دوبل میزنی تو؟ آره آره شده فهمیدم وضعیته. آره. پارک های دوبل هم معروفه.
بمان مثلث رو درست خواهده. من خودم اصلا رانندگی نکردم تو. که رانندگی نکردی از چرا پارک دوباره گفتن به هم که جرت بدم اینجا، ولی دیگه زیاد داداش این که الان خوبه اپیزود آریال دوستی زدی حرف میزد هی من پارک دوب نمیشد فلان، یهو وسط اپیزود گفت داداش منو گاهی بسه ول کن اوکی بگیرشون جرشون بده آفرین جرشون بده جرشون بده. خب این پارک دوبل هم کردیم برای بدخواب. آفرین آفرین که ثابت کنیم ما پارک دوبل زنیم درمون بیا. خیلی بد زدی. چرا بد زدم؟ پیاده شیم یا نه؟ بایست خلم نکن بلش کن همایون بلش کن همایون واقعا بلش کن. ببینیم چه خبره لوکیشن بچه ها منتظر مونم برو بریم ببین چه تجهیزاتی داریم چه وضعیاتی داریم کجا هم شما رو میبینیم یه میلیون دیگه بیافتاد بخرم ببخش اوفی بگیرشون منو نگاه کنم بگیرشون جرشون بده داریش جرم خیلی کامنت نوع جوری بود آره یه لحظه دیدم از آز میمه که صورت رو دیدم سعی کنید من یه جوری بگیرید که پشت قاشقی نیفته دیدی پشت قاشق خواهد تو میبینی چه جوری کی میره چه جوری میره سلام نکنم بفرمید و سلام سخته خوبی قدیفی چهار کرد سلام سلام آقا خسته نباشی همه از کدوم من خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. عرض کنم به خدمت. بفرمایید. قشنگ هست لوکیشنمون. 20 نیست ولی 19 هست. چرا زود اومدید؟ همیشه اونور کار می‌کش همین جوری آدم. همیشه نظر منفی بود. آقا سعید کلا با شمشیر از رو مورد. آره. امروز یکم نه. خوش اومدید برادر. قربونه چاکرین. خیلی خوش اومدید. چاکر رفتیم و برگشتیم با اوپی اومدیم بدون اوپی برگشتیم اوپی چیه؟ اوپی دستش آها آها چیزی هم نکرد اوور پاور معنی اسم و ایناش هم نگو اوور پاور قدرت قدرت زیاد خب خوش آمدی ببینیم چه خبره تا صبح رو شروع میکنیم من پذیرایی خفنه مون بیارم برو علی اولین بار که مسابقه کردیم یادته؟ چقدر تاجی افتادی تو خرج تازه این اولشه بقیه خرجمون ندیدی گل محمدی و بقیه خرجمون ندیدی اینا چرا رنگش اون یکی رو فرق که برام تو قهوه است من چون خیلی قهوه خوردم از صبح به من چای دادن خیلی نه من با کلاس نیستی قهوه بخور دیگه اینو بگو دیگه چای خوری تازه شیرینیامون دستمال بغلشه نگو چرا با کلاس اوه خیلی همه چی ردیف اصلا توی ساعت کافه جاییه اینجا نکنه خوابه خیلی خوش اومدی از بله، اسفند مرسی. 96 تا الان همون ندیدی همون ندیدیم هم سر دورچی نه قبلش هم که بارها همو دیدیم داداش اسفند 96 آخر مصاحبه مونه اگه دورچی مصاحبه بسام بعد اون مصاحبه نکردی نه دیگه آره چون اصلا به نظرم کار اشتباهیه که بودن همیشه تو تصویر چرا اومدی الان دیگه خیلی اصرار کردی خیلی اصرار کردیم با منم قهر بود نمی اومد آره با نو دیسکم قهر بودم نو دیسک ندارم حدودا 6 سال از مصاحبه میگذره
ولی مهم. فلشی که اون قسمت رو ریزرفت کردیم هنوز اینجا داره استفاده آره فلش رو پیدا کردیم تا فلش از من بردی چون نه ما داشتیم میومدیم مصاحبه تو رو بگیریم شب عید بود معراج سر کار بود منم رسیده بودم استودیوی تو فلش نبرده بودم با خودم فلش منو بردی نه وایس به معراج گفتم داری میای یه فلش بخر بیا آها فلش خودت دست من آخه فلش کل رپ فارسی دست من است یه دونه جعبه بزرگ دارم جعبه هد دست بالای دست کل فلشا اون توه معراج هم از بقیه میخوام چیز کنم دیگه ای به اینا میفروشم فلشا رو فلش رو داری همه رو دارم دیگه از مثلا 64 مگابایت که فلشای قدیمه دارم کینگستون تا مثلا هاردای اکسترنال و اینا پروژه اومده توش دیگه بر نگشته دیگه اینو من میدونستم که این کارو میکنه معمولا همونا که استودیو دارن یه دونه آرشیو فلش باید داشته باشه حالا اکثرا این بلا رو سر بقیه میارن سعید به اون بگو که طی این 6 سالی که با هم مصاحبه نکردی نظرت سعید دهخان اون موقع و سعید دهخان الان چه فرقی داره اون موقع جوان‌تر بود الان پیرتر مشخصه موهام سفید شده آره دیگه اولین مو سفیدای رپ فارسی کیان احسان آتور موهاش سفید شده سروش سروش موهاش سفید شده عرفان 3 4 سال سفید کرده فکر کنم اون رنگ میکنه موهاش نه بابا اونم سن و سال داره متأسفانه 60 حالا من بعد رنگ کنه دو فلان 64 فکر کنم آره موهام هم داره سفید میشه. بجز سفید شده. روحیه‌ام هم خیلی پیرمردیه. دوستان به میگم بابا پیرمرد بازی دارن یا پاشو بریم. کجا بریم؟ هر جا. کلا دیگه اشغالو کنسل کردم. اشغال نمی‌کردم هیچ وقت. هیچ وقت. نه بابا. بیت می‌زدی فقط؟ بیت کم. الان چی کار می‌کنی این روزا؟ الان گیم می‌زنم. صبا بیت می‌زنم. چی بازی می‌کنی؟ ایپکس لجند. ایپکس لجند. تو گوشی‌ام موبایل لجند. الان حالا همه میخوان که اونجا آیدی تا بده. آیدی بده. هیچ کی هم بازی نمیکنه فقط اد میکنن اونجا هیچ وقت هم نیست. مسیج بدن. عجب. گیم میزنم بازی میکنم. خب دو تا سه تا از دوستامو میبینم کلا همینه اوزا. حلقه دایره دوستات کمه الان دوره تو انگار. فکر کنم برعکس چیزی که قبلا بودی. آره ولی کلا دوستا رو دارم. آره. کلن حال میکنم آدم گوشی نداشته باشه بابا چی همش زنگ میخوره یه کاری دارم خب پروژه ها بنا رو چی بهت میرسه ایمیل باحال نیست کلن اصلا توی اینکه رابطه برقرار کنن آدم ها ایمیل باحال نیست خیلی مثلا میدونی دیگه اینجوری نیست مثلا نیم ساعت راجع به خاطرات صحبت کنی بعد لپ کلامو بگی همون اول یارو گفته آقا این پروژه اینو میخواد یه سلام ریزم اولش رو اجتماعی تو الان داری کاملا بر خلاف تمامی اصول سوشیال میدیا و مارکتینگ حرف میزنی الان اینجوری شده دیگه به نظرم اینجوری باحال‌تره که خیلی آدما با هم تو رابطه نباشن چون همیشه خراب میشه میدونی ایرانی بازی اینجوریه که رابطه ها خیلی عمیق میشه ارتباط و تو این فیلم و سریال خارجی ها دیدی چقدر آدما نسبت به هم سردن و بیشتر سعی میکنن کارا رو جلو آلمانی شدی بابا چه باکره بعد تازه الان یکم باز چیز بهتر شد مثلا قیلت دو سه سال پیش قبل کرونا نفرم میدیدی باید بوسش میکردی عابدزاده اون پنالتی هست با یه دست میگیره بعد داور رو بوس داور رو میره میبوسه آره من هم تو چجوریه بوس فرانسوی یعنی یه چیزی شبیه خیلی فاصله نداره بعد امیر رو بذاره من خواستم برمای رپیو دنبال میکنم بابا اون بازیکنه فقط میگه این بازیکن شورتش رو در میگه بعد یارو مصاحبهش هست میگه بابا من داشتم میرفتم بایر مونیخ بازی کنم کریرم مایلیکوان تموم کرد نذاشت دیگه هیچ کاری کنم عجب خب پس هیچی دیگه یعنی کلا زدی اصلا معلوم نیست راجب آره بیشتر تو قارم این روزا کار کمتر میکنم چرا مثلا داری یکم به هم خوش نمیگذره یعنی فضا دنبال ایده جدیدی یا یه فضای جدیدی دوست دارم یه چیز اسپشیال تری درست کنم این روزا شاید از عوارض 30 سالگیه آره. چند سالت دقیق؟ 30 دقیق 72 هم فهم کنم 72 نه ولی نمونه بارز یه 72 هم قبول داری؟ چی شبیه 72 هم خیلی 72 چی جوری هم؟ آقا من این رو نمیدونم تو هم شبیه 72 هایی من شبیه چندی هم مثلا 76 نه چهار خب یکم حالا بحث از این داستان شبیه چی و اینا بیکشیم تو همه سبکا کار داری با بچه‌ها حالا همه سبک پاپ سبکا. مثلا نداری آره سنتی مثلا خیلی انعطاف داری توی سبکا بین سایده بچه‌ها جا به جا میشی با هر آرتیستی با هر سبک تفکر سایدی کار میکنی
دلیلش چیه به نظرت این انعطافه؟ چون نیست بعضا تو خیلی از آرتیست‌ها مثلا میگن نه من فقط تو سبک فلان و فلانم با فلانی کار نمی‌کنم. تو همه رقمه هستی، مثلا با آرتیست قدیمی‌تر کار می‌کنی، با آرتیست جدیدتر کار می‌کنی، با علی سورنا کار می‌کنی، با دورچی کار می‌کنی و و و و و. دلیلش چیه به نظرت؟ ببین فکر کنم این حالا دلیل خیلی قطعیشو که نمیتونم بگم، این اتفاقیه که میفته و کلا به این عقیده دارم که چیزایی که سر راه آدم قرار میگیره درسته. با حال میدونی حتی اگه آدم جر بخوره و اینا، یعنی هر اتفاقی باشه حال میده و مثبت کلا هر چی پیش میاد. حالا اگه این که اینو میخوای بدونی که چرا میتونم این کار رو انجام بدم، چون به خاطر اینه که شاید موزیکا رو به خاطر اینه که موزیکا رو توی ژانرهای مختلفی همیشه گوش میدم. یعنی مثلا یه روز بیدار میشم فازم استیون ویلسونیه، یه روز بیدار میشم مثلا چه میدونم یه روز پراگرسیو راک گوش میدم، یه روز مثلا الکترونیکا گوش میدم، مثلا یه روز میبینی مثلا یه سری مثلا هیپ هاپ ترپ اینا گوش میدم. سلیقه خودت هم تغییر میکنه. آره یعنی مودی هی فرق میکنه و کلا مثلا آدمی وجود نداره که همیشه مثلا اهل اندیشه و تفکر باشه، میدونی کل زندگیش مثلا مشغول این کاراست. به هر حال یه تایمی هم میره پارتی، برای خودش یه حبیتی داره، یعنی یه موقعی هم میطلبه یه ابی با صدای بلند بخونه خودش. تو این کار کردی؟ ابی رو بس آرودی میریم شمال چیکار کنیم؟ تو راه باید بخونی دیگه، قصه عشق تو باید همه داد بزن بخونه. راه نه این شمال حال نمیده. آره همه جا حال میده. اصلا موزیکای اون موقع باحال بوده کلا. تو خودت مثلا استاد کنی با کدوم یکی از این سبک و سایده راحت تری؟ فرق دارد نداره؟ ببین راجب هیچ کدوم از این چیزایی که ازم میپرسی تا حالا فکر نکردم. یعنی این مزه مصاحبه به همینه. فلبداهه حرف کارم. با کدوم راحتم؟ راحته همش به نظرم. مثلا پاپو تا حالا امتحان کردی؟ نه. داشتی دیدیم بول بزنی؟ نه امتحان نکردم. نمیچسبه به هم. مثلا پاپی که مثلا تو فاز آهنگای غیر ایرانیه شاید باحاله. پاپ امروز ایران خیلی کثافته به نظرم. از نظر حالا ولی نه که مثلا از نظر اینکه چه لولی داره لوس بودنش و اینا. کلا مثلا ساختاری انگار غلطه داره، مثلا میره اونوری اشتباه میره، مثلا پاپ در جهان میره اینوری میره اینوری، یعنی اینو هیچ جهت تو هم نزدیک نمیشه. اینکه پاپ قبل انقلاب داشت درست اینوری میره. آره اون جلوتر میره. آره باحال بودشون. الان تازه مثلا گوش میدم میبینم که اینا چقدر مثلا مهمه، چقدر کارهای درستی توش داره انجام میشه، همه چی چرا به همه چی ساختار درست پروداکشن. چون مثلا فکر میکنم دلیلش اینه که آدمای درستی تربیت شده بودن که این کار رو انجام بدن، ولی فکر میکنم از اون تایم به بعد دیگه فقط این تایپ آدما پس زده شدن، دشوار شده یه چیزی الان هم مثلا دیگه تو این چند سال اخیر دیگه آخرین بازمانده هاشون هم تموم شدن نه. دیگه و دیگه کلا داره میره. اونا اگه دارن موزیک میسازن با سلیقه امروز پاپ الان آره میرن. اونم مثلا یارو نسل قبل انگار الان 78 سالشونه همش. الان سیاوش قمیشی 78 سالشه. من 78 سالم باشم اصلا نمیداره. چه آهنگساز درستی. آره خیلی خفنه. باحال بودش. اصلا راجع به چی حرف میزدیم؟ اینکه راجع به اینکه همش میریم میدی کلاً الان خودتو بیشتر تو چه سبکی اینا رو تو ماشین من به خدا گفت من اصلا خیلی چیز ندارم بتونم به پلی لیست بدم. یعنی پلی لیستی قطعا تو گوشیم دارم که اونا رو میرم سراغش. ولی چیزی تو ذهنت انتخاب نمیتونی بکنی فعلا. نه کلاً این فازم اینه که نونیما آرتیست های بهتری هستن همیشه. مثلا چه میدونم بند کمپ رو اگه دنبال کنی میبینی مثلا تو روز مثلا هزاران آلبوم داره میرسه از یه سری آدم نونه. آره نونیما مثلا خیلی بمبند تا تو... اونایی که نیمن، اونی که نیمه مجبوره که با یه ساختاری پیش بره، با یه ساختار روتین مثلا آره یه موقع پس زده نشه، یه موقع فلان نشه، می مارکت رو داشته باشه در این حال فلان رو داشته، ولی نونیمه خیلی اکسپریانس خفنیه. یعنی هر چی که به نظرش خفن تره رو امتحان میکنه چون دغدغه دیگه اینه. تو خودتو آرتیست چیز میدونی که مجبورم یه میدونی؟ نه سبک هیپ هاپ یا الکترونیک قطعا همه منو اونجوری میشناسن چون معمولا فاز که... آلبومت الکترونیک تره. آره الکترونیکا دیگه خیلی شخصیه دیگه و خیلی هم میدونی برای انگار حس میکنم برای بیشتر سعی میکنم موزیک رپ بسازم خیلی وقته.
و یه چیز ویژه تری ولی ولی اونا رو گوش میدم و بس دیگه اونا رو زیاد سعی میکنم ریلیز نکنم دیگه، یعنی میسازم خودم. چرا؟ میدونی حس میکنم حس میکنم منو برای رپ دوست دارم. نه آخه ببین، تو توی بازه زمانی اومدی یه برندینگی برای خودت ایجاد کردی که آهنگساز توی رپ فارسی یه کاراکتر مستقله برای خودش. آره، که قبل از تو که قبل از تو مثلا کم و بیش داشت توسط مثلا آتور یا مهدیار انجام میشد، ولی تو واقعا میشه این قضیه رو کوبیدی که آقا آهنگساز یه کاراکتر جداه. مثلا اولین کسایی بود سعید پرودوسر بود و همه رپکون بودن و مثلا سعید اولین کسایی بود که مثلا اسم آهنگساز رو آورد تو اسپاتیفای. آره من رو این خیلی فریک بودم، مثلا به آرتیست میگفتم بابا اسم آهنگساز، حالا خودم نبودم تو کار، میگفتم بهشون که بابا اسم فریک رو بزن چه فازیه. خیلی قسمت مهمی از کار. و خب حدودا الان فکر کنم دیگه 10 ساله داری کار میکنی تو رپ فارسی. آره از 90 فکر میکنم ترک دادم. 10-12 ساله چقدر زود میگذره. خیلی زود میگذره. من هنوز فکر کنم 17 سالم. باز خوبه 17. 30 سالت شد چه حسی داشتی؟ هیچ حس خاصی نسبت به هیچ چیزی ندارم تو زندگی. و اصلا خیلی هم برات مهم نبود. اصلا. بعد حالا تو این 10 12 سالی که یه کریری رو رشد دادی، کجای این 10 12 سالو خیلی دوست داری و به نظرت نقطه اوج کاراکتر کاری سعید دهقان بوده برای خودت؟ ببین دوره لذت بخشش که شروعش بوده. چون باحال دیاد، مثلا اون دوره که تو فیسبوک کامیونیتی تو فیسبوک بود بامزه تر بود، یعنی حالا بامزه تر این جذب اون موقع یه حس باحالی داشت، یه هات بودن خاصی داشت. بعد اینکه این تازه شروع شده بود چیزایی که مثلا فلانی از فلانی حمایت میکرد. حالا نه که شیر بشی برات مثلا یه لایک مینداخت رو یه جور باحالی بود، یه مسیجی بهت میداد، داغ بود در مردمم، داغتر بود. حس میکنم به مرور زمان این داغ بودنه کمتر شده. خب شاید برای تو که قدیمی تری الان داغ بودنه. آره راجع به اینم تو اون شهر برای تو الان ویو میلیونی نمیدونم شیر فلانی عادیه، من خب ای بابا اوکی، ولی برای آدم که تجربه نکرده هنوز اون لایک جذابه شاید. آره اون شعر جذابه، اون ویو باحاله. و فکر میکنم اولین اتفاقای اینجوری که میافتاد دوره‌ای بود که ماها جوین شدیم، یعنی حالا ماها منظورم مثلا من داریوش و امید رز جریان سوم اصطلاح. آره از اون دوره شروع شد که مثلا یه سری پیشکسوت با یه سری کار رو از بچه حال میکردن. بعد این خودش یه چیزی رو اوپی فیری کرد میزد. اوپی از پشت سنسرش اوپی بگیر همه رو. و حالا این بالاخره برنامه ریالیتی شو دیگه. اوکی اسپانسر برنامه است. و یه سوال دیگه. بله بذار حالا اوپی زده فعلا این سوال از همایون ولش کن. اوپی رو بچه ها رفتن آروم کردن تا برگردیم. و این که حالا تا بحث پیشکسوت و اینو داغ بود، بذار از اینجا شروع کنم. خب شماها با یعنی شماهایی که میگم، تو در کنار امید، داریوش و و و خیلی از آدمهایی که آرتیست هایی که الان فعالن، شروع پروموتتون و به چشم اومدنتون از سروش شروع شد. آره. و خب حالا ادامه داشت تا یه مقطعی. و خب وقتی که اولین بارها اسم مجاز میومد، اسم تو هم به عنوان آهنگسازها میرفت. تو مجاز بودی؟ آیا من یه سری کار انجام داده بودم، ولی خب اینکه در وقتی که یه آلبوم نهایی میشه، خب قطعا بین مثلا شاید 40 تا ترک مثلا 10 تاش سلکت شه، یعنی حالا مثلا به قطعیتی وجود نداشته، حتما مثلا یه به فضا نمیخورده یا ماجرا. یعنی تو تو نسخه نهایی مجاز کاری نداشتی که بعد بیتش عوض شده باشه؟ نه من مثلا با سروش صحبت کردم که یه سری بیت فرستادم و اینا، یه سری کار روش انجام شد، ولی حالا چون توی سالهای طولانی منتشر شد به 1001 دلیل میتونه مثلا حالا این ترک هایی که تو مجاز اومد ترکی بود که برای تو هم فرستاده شده باشه که مثلا آهنگسازیشو انجام بدی؟ بعد من در جریانش نبودم، فقط میدونستی که شاید حالا مثلا آره ما یه سری کار با هم انجام دادیم، ولی حالا نبود دیگه، یعنی میدونی تو طبیعت کار هستش که. خب هیچ وقت پیگیر این قضیه نشدی که چی؟ که آقا اصلا چی شد؟ آخه مثلا خیلی نرماله اینکه مثلا من با همه آدما 1000 تا کار دارم، ولی خب قرار نیست همش بیاد. مثلا سروش اصلا یه پست گذاشته بود که اصلا یک از ترک آره حتما تو اون تایم ترکی بوده که
حال میکرده باشه، ولی مثلا شاید به مرور زمان دیده شد. خب بعد مثلا هیچ وقت هم با هم حرف نزدیم که چرا اون کار کنسل شد. نه به نظرم حرفه‌ایش اینه که فقط تو نیستی، خیلی از بچه‌ها بودن حالت تجربه تو رو داشتن دیگه. به نظرم حرفه‌ایش اینه که آقا ما مثلا این کار رو میخواییم و مثلا نمیاد دیگه، حرفی راجبش نیستش واقعا. خب بعد حالا یه مرحله برگردیم قبل، چی شد اصلا با سروش و مهدیار و کلا با بچه هاش نشدی؟ دیگه به هر حال خب کامیونیتی کوچیکه دیگه، آدمو به هم میخوره. اون ساله یهو. آره من خیلی دوست داشتم با سروش کار انجام بدم، یعنی کار بزنیم با هم، یعنی مثلا یه تارگتی داشتم که این بود دیگه، حالا از تایمی که سنم کمتر بوده. الان هم دوست داری باش کار کنی؟ کار که نداریم خب با هم. قطعا. ولی خب دوست داریم. آره سروش خیلی بمبه. آره بعد یه بار سروش یه جای خیلی شلوغی بودم بهم یه شماره زنگ زد، فکر کنم یه سری کارتا هست که شماره ایران میفته وقتی زنگ. آره آره اسکایپ میتونی خط بخری، خط ایران میفته بعد. آره به هم زنگ زد گفتش که چطوری و اینا، من یه جای شلوغ بودم نمیشناختم فلان، بعد مثلا قطع میشد هی و اینا، با مثلا بهم گفتش که مثلا بیت میفروشی و اینا، یه بیت پایین بخریم و اینا، سفارش گار داریم اذیتت داشت. گفتم بابا چه فازیه و اینا. خب بعد شلوغم بود، بعد چند بار دیگه فهمیدم هیچ کس فشما و خیلی حال کردم، همون از ماشین پیاده شدم چاکری بیتم میفروشم خودم هم میفروشم بیت فروشی و هیچی دیگه، یه سری کارا رد و بدل کردیم دیگه. پس اینطوری بود که بعد با مهدیار آشنا شدی، با اشکان آشنا شدی، کلن بچه ها همه به هم وصل بودن اون دوره. و حالا بذار یه ذره از این فضا هم فاصله بگیریم، به نظرت اگه کدوم آلبوم یا سینگل ترک دست تو بود خروجی بهتری داشت؟ یعنی مثلا یه ترکی رو گوش دادی گفتی حاجی اگه این دست من بود اینجوریش میکردم، این کارو میکردم، این مثلا سه پله بهتر میشد یا خیلی بهتر هم میشد. سینگل بگو هم آلبوم بوده اصلا چیزی اینجوری گوش بدی بگی ای بابا حیف این کار، این لبخندی که زد یعنی بود خیلی هم دارم فکر میکنم نه اصلا چه آهنگایی اصلا توی یه سال اخیر یه آلبومی گوش دادی یه سینگل ترکی گوش دادی اصلا چیزی نمیاد که یزی بابا توی یه سال اتفاقا خیلی جریان ترنده همینجوری ترک میدادم با مقایسته کن با 4-5 سال پیش که مصاحبه تو خودت الان توی یه سال اخیر 5 تا کار تو آلبوم 3 تا کار تو آلبوم هیپوپولوژیست دادی 2 تا کار یه دونه آها آره یه دونه کار با هیپوپولوژیست دادی تو آلبومش یه دونه تو آلبوم مهدی چرسی دادی خودت حساب کن دیگه اونا رو که حالا خودم زدم من میگم یعنی کار زیاد اومده تو آلبوم نوید کار داشتی دوباره یعنی آلبوم این همه آلبوم اومده این همه سینگل ترک اومده باید باز برم به قدیم تر یه ترک بگو آلبوم نخواستی پیش رو هو هو چی چی آها چی کاری هم بباره خیلی رکار بایده اونو احساس کنه که دست مثلا تو بود میزدم بعد کلن همکاری با کی احساس کنی برات سخت در بوده؟ تو همه این همکاری که داشتی؟ میکنم رکورددار همکاری هست هم. سعی تو این چند سال همکاری ببین این به نشونه این نیست که مثلا اتفاق بعدی باشه میدونی خیلی خفنه این که با یک کسی کار کنی که سخت در باشه برات چالش برانگیزه و قطعا بخوان تو زمینه هم دیگه بازی کنی خروجیش خیلی بامتر میشه گوزن خیلی پروژه سختی بود توی حالا پروژه هایی که انجام دادم ولی خب خیلی از خروجیش راضیم چقدر کشید گوزن تو ساخته بشه تا مرحله پخش برسه و همه چی یک و نیم دو سال شاید دو سال یک سال و نیم یک تا دو فکر کنم خب بذاری بینم از کجا از اونجا فکر کنم از اونجا آره یه سال و نیم اینا و من خیلی کار کردم برای اون پروژه فکر میکنم خودم حالا به نسبت پروژه‌های دیگه‌ای که کار کردم بعد شاید مثلا هر ترک چندین بار ساخته شده چندین بار دو چند از اول می آره مثلا هی بیت‌های مختلف تست کردیم باز مثلا با اون حسی که باید در نمی اومده و خیلی سخت براش کار کردم کدوم همکاری آسان‌تر بوده مثلا با کدوم آرتیست راحت‌تری که ای بعد فلانی برو بریم آره دورچی خیلی ایزی کارو میبنده تو 4 روز آره شروع کردم ویدیو رو پخش کردم چیزام بچه‌ها تو گوشی ازم گفت پرسیدن بهت بگم خب هو هو چی چیه رضا پیشرو چرا ریمیک نمیزنی زدن زدی ولی ریلیز نکردی نه دیگه
چرا شما اینکه قدیم اومده چرا خب جذابه تو ریمیک بزنی یه نسخه جدید بزنی یا باید یه دونه ترک اونقدر خفن بخونه با خودش کار کنه مستم دوست داری با کی کار کنی تا حالا نشده حالا یا تو وقت نداشتی و هست دیگه الان مثلا بالاخره آرتیستی هست که باش کار نکرد با پیش رو کار آره با پیچ رو آخه میدونی مثلا چه فازیه چی بگم که مثلا یه سری آدم سری آدم مثلا میام فوشمون بدم بس مثلا الان مثلا با رضا پیش رو با یاسر هم فکر کنم مثلا چیز باحالی درست کنیم فکر کنم کار باحالی بشه آره. مثلا همکاری با کی پشیمونه آخه اسمشو بگم بعد فردا زنگ بزنه بشی بگم مصاحبه است دیگه تو دوست بگم داداش مصاحبه است اورتی که بگو تقصیر ما بگو مهراد بگو تقصیر علی مهراد من گفتم تقصیر ما که دیوار کوتاه هست بود چه میشه میندازن گردن پشیمون نیستم از همه کارات نمیشه از کارهای خودم چرا مثلا میگم چرا انقدر بد این کارو زدی کدوم ترک مثلا به نظرم مصری خیلی میکسش بده یا مثلا توی تایمی میکسا خیلی بده البته میدونی یه حس نوستالژی میده دیگه میدونی اون اول دهه 90 و اینا چقدر ولی مثلا مصری اگه انقدر بی کیفیته مثلا میکسش چون یه وایبی داره میدونی اصلا آهنگ بی کیفیت طوره بعد بیتش خیلی باحاله به نظر من بیتای خیلی خوبیه این از یه سری میکسا که خیلی ناراحتم مثلا اگه دست خودم بود که هر چی ترک داشتم پاک می‌کردم به خدا یعنی حیف شد که اینا تو پیج من آپلود نیست یعنی همه ترک‌ها رو دیلیت می‌کردم هر از گاهی هم اینستا تو یه دستی می‌کشی یه سری چیزا رو پاک می‌کنی دیگه الان میگم خیلی حوصله‌شو ندارم حس بودن ندارم واقعا میدونم چی میگی کلا من اگه الان شروع می‌کردم به کار کردن با یه مدل دیگه ای کار میکردم چی کار میکردی مثلا؟ مثلا یکم روح طور بودم اگه الان بودم من از اول خیلی بودم یعنی تو همه جا توی صحنه آه سر کنداش چهراتو نشون ندی حالا اون که دیگه خیلی شایعه بعد خودش میگه میخواین اسم بیارن خب میگفتی به نام رخ چرا گفتی شایعه حالا من کلا پیشنهادم اینه که دلیلی نداره آدم خودش نشون نده ولی با این مدل کار میکردم که اصلا پیداش نیستین یا رو میدونی همه جا هست و هیچ جا نیست موشه چشم تمیزه آره همه این اون تیکه که تو تیزر هست تو تیزره گوشه چشم تمیزه زوم نکنن یه های اندر بیارن از اونجا بگن بعد چی میگفتم با مدلی که گست آره روحی تر کار میکردم خب روند حالا چیزت سختر میشد مثلا پیجینا دیرتر میومد بالا عکسی نداشتی داره از مسیر لذت بیاره نه کلن روحیه الان اینه ولی به نظرم با حال اینجوری من خودم یه سری آرتیست رو دنبال میکنم پشمام میریزه که نیستن چرا بعد اینقدر مثلا کارهای بمب میدن فلان بعد اصلا خبری ازشون نیست به نظرم آرتیست یک فایل دیگه فایل تو بده برو بعد عرض کنم به خدمتت که خب فعالیتتون شروع شد چیریک بعد به ملی رسیدیم چی بله. شد اصلا ملی شکل گرفت کلا از شریک داریم رد میشیم چون بارها و بارها حرف زدی حرف زدی تو حرف زدی من و امید راجبش فکر کردیم و من و امید بودیم و من و امید و بهنام آره بعد با هم تصمیم گرفتیم که با یه اسمی دور هم کار کنیم حالا من کامنت هم اینه که نسبت به این که یه سری آدم تحت عنوان یک اسمی کار کنم که اصلا لیبل یک چیز خیلی بزرگه و باید قطعاً دستندرکارانی داشته باشه که برسه هی میدونی هی پوش کنه من که زورم نمیرسه مثلا همه چی رو پوش کنم و میتونه با شاخه‌های مختلفی داشته باشه میدونی باید یه پولی حتی تزریق شه توش از اونور اون پوله خروجی داشته باشه ولی اینکه یه سری دوست جمعشن چون با هم دوستن یک چیزی رو تشکیل دادن به نظرم خیلی نتیجه نمیده حالا تو ایران میدونی مثلا خروجی که میتونه یک لیبل داشته باشه چیه مثلا یه سری محصول علاوه بر اینکه موسیقی تولید میکنن هم یه سری مرچندایز مثلا آره مثلا چه میدونم خیلی چیزا میتونن عرضه کنن که فکر میکنم نیاز داره به اینکه تیم بزرگتری برای این کار ملی قراره بزرگتر بشه حالا فعلا که تصمیم ملی یه سه تا بزرگ شد با دوره کوچیک آره فکر میکنم که الان هر کی بتونه چونه خودش رو صفر نگرداره گیریم خودش رو عذاب بکشه آره خیلی کار سختی داره میکنه تو خودت از تجربه ملی یعنی راضی؟ نه که ملی
اتفاق جالبی من که میگم از همه اتفاقا راضیم و به نظرم همه اتفاقا مثبت بودن برام، هیچ معایبی نداشته برات این کار بیرونی؟ همه چی به نظرم یه معایبی داره دیگه، خب ولی در کل میگیم با حال دیگه. مثلا بله. بچه ها اینجا نشستن بحث معایب میشده، مثلا طرف گفته بود استقلال فکری گرفته میشه توی لیبه یک سری جاها. ببین ماجرا اینه که کلا وقتی من تصمیم میگیرم به اینکه یک کاریو انجام بدم دیگه تصمیمم گرفته است و خودم هم با هزار فیریک و فلا اینا تصمیم میگیرم که این کار میتونه بیاد. ولی ممکنه اون با مثلا 5 نفر آدم شیر بشه که مثلا 3 نفر نظرشون منفی باشه و کلا یه درگیری پیش میاد، یعنی آدم دلش چرک میشه نسبت به تصمیم جدی که داره. و فکر میکنم که تا حالا توی مارکت ایران سولو حرکت کردن شاید مثبت باشه، میدونی هر کسی تمرکزشو شدیداً میذاره که کار خودشو جلو ببره. مثلا این بهنام همیشه مثلا آدمیه که مثلا مشورت میگیره، مثلا میدونی کارشو میذاره رو میز میگه مثلا به نظر شما اینجاش خوبه اینش خوبه فعلا، میدونی و مثلا یهو درگیره مثلا کلی فکر مختلف میشه، من مثلا میگم این بیت خوب نیست، اون میگه اون خوبه فلانه، بعد یهو هی کار چکش میخوره اصلا شیرازش میاد بیرون، شیرازش هم بعضی وقتا ممکنه بپاچه، بعضی وقتا بد میشه همینه. ولی مثلا من باهاش صحبت کردم گفتم این خواهش رو ازت دارم که کارهای خودت رو مدیریت کنی، یعنی دیگه تصمیم نهایی، تصمیم نهایی با خود ما صرفا آره. نظر میدیم آره و میدیم. کامنت منو جوری نپذیر که قطعاً درست میگه، من به نظرم مثلا اینجا حال نمیده ولی خودت اگه فکر می حال میده حتما همون کارا. ملی عضو جدیدی داره آیا؟ خیر همینو دارین ادامه بله. خب امسال برنامه‌ت کلاً چیه؟ تا آخر سال کاری قراره، کار عجیب غریبی قراره بکنی؟ امسال میشه که 402 الان مهر 402 6 ماه مونده ازش. نه پلن خاصی ندارم، گیم میزنم. خب تو آلمان امیدم نیستی نه؟ تو کندو؟ نه نیما نیما بچه سنده یه تایم به من اطلاع میدین ببینیم تمامیم. یه سوال کوتاه نپرسم، از جریان جدید برام بگو. دیریل من خیلی طرفدار دیریل نیستم چون که حالا شاید مثلا آماده خیلی... داشتی جوابو، یعنی تا پرسیدم روش جواب دادی؟ نه آخه راجبش فکر کردم که چرا دیریل نمیزنم چون حس میکنم که یکم فایل مصرفیه و میدونی آهنگایی که معمولا ازش میشنوم ببین از نظر ساختار با مزه است خیلی، بعد اصلا اینکه فلو روی اون استایل خیلی جالب میشه و اونی که میتونه دیریل در بیاره خیلی داره کار سختی رو میکنه. واقعا دیریل خوندن کار سختی، کار سخت. و من مثلا ترک های رپ فارسی رو میشنوم خیلی هاش همون رپیه که شاید مثلا روی بیت اولد اسکول میخونن یا روی ناختتش رو دیریل ولی اون دیریلی که واقعیه خیلی کار سختی. دیریل اون وکیه رو دوست داری؟ یوکی دیریل مثلا؟ نه مثلا لوسی با حاله. ببین یه سری اسما رو دارم دیگه ولی کلن هم گوش نمیدم خیلی، شمرونی ولی خیلی رنده گوش میده، یعنی مثلا تاپ ترک ها رو همیشه برام میذاره، مثلا میگه این فلانی و فلانی هن از فلان جا، مثلا این خیلی بومه و واقعا هم بومه، اون خیلی پیگیره و واسه هم سرس کل ملی شمرونی تاپ... بهنام هم اینا رو داشت میگفت شمرونی تاپ هاش رو میذاره. آره دیریلی که خیلی آره ترک دستشه ولی گفتی تو ایران میگم خیلی درست در نمیاد به نسبت اون. چی به نظرت از همه بهتر داره دیریل رو اجرا میکنی تو ایران؟ سفیس و یکیت به نظرم دیریل تمیزتریه تو اون برنامه ها که فیومز و حالا آره و کولد روم اونا خیلی به نظرم تمیز در اومده. آخه اون داره تو قلب اونجا هم زندگی میکنه، یعنی وسط دیریل نمیشه، وسط یوکی دیریل داره زندگی میکنه، نمیشه با این وقت خیلی بود. اگه بخوام اذیتت کنیم تو زیستش اونجاست، نشسته و برخواستش، امکان داره روزانه با 10 تا میتونه تاثیرگذار باشه ولی آقا تو دیگه تو نت داری، آقا نت داری، اینم دیریل جهانه میدونی، خب اینم ترکیه که تجربه کنی حس با چشم ببینی. آره دیگه خب لهجهش هم خوبه اونجا آره. داره زندگی میکنه، اگه بخواد کلمه های دخیل انگلیسی استفاده کنه خیلی ترتمیزتر میتونه اجراش کنه. اینکه یکم اذیتت هم بکنیم سوال آخر، اینکه بدترین آرتیست دیریل فارسی نمیدونم،
دیریل آخه خیلی چند نفر فکر کنم شش تا نه خیلی ان ما شاد 5 6 تاشون رو میشناسیم مثلا تو پیرمردی تو اکسپلور یهو میبینی یکی داره دیریل میخونه نه. مثلا یه چیز اصلا خندت نمیگیره میبینی مثلا نمیبینی یه یارو میگه اینجی نمیشه آره این لوسه خب کلا ترک یه سری ترک ها خیلی لوس به نظرم میاد و خیلی بدجور پس هم میزنه ولی یه سری ترک ها رو میبینی میشه شبیه پرستیج خاصی داره ترکه بیشتر طرفدار اون پرستیژ هم تا اینکه ببینم اون شخص کاری داره میپردازه آخر کار آره. خب بچه‌ها خیلی همکاری داری بچه‌ای که حالا به اصطلاح برای جریان جدید هم. آره با دورچی چرسی سروش آره. ولی خب آره. توی قالب دیریل نیستش همکاریاش آره. دیریل کمتر کار کردی میدونی بهتره که آدم روی چیزی قفلی بزنه همیشه اونو سعی کنه انجام بده آره مثلا میبینی من سعی میکنم یه جوری بچینم که مثلا بدون اینکه حتی اسمم رو کار بخوره معلوم باشه که اینو سعید زد این همیشه بیتام یه فاز اکسپریمنتال ریزی داره این خیلی دقیق روی اتفاقی که داره اتفاق نمیفته آره خیلی عالی بریم برای آیتم بعدی بریم برای آیتم بعدی دیگه بهت قول میدم مصاحبه ها تمومه دیگه انجابت کنم انجابت بیشتر از یادت آره برو بریم مرسی بریم آقا بریم به تو بریم